تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم، الان جزء 13 سوره ابراهیم علیه السلام آیه 28 29 30. این سه تا آیه کوچیک را در 5 6 دقیقه تفسیر کن. اول آیه 28 رو بشنوید. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. آیه 29. جهنم يصلونها وبئس القرار. این آیه 28 چی میگه؟ آیا نمیبینی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفر میکنن؟ یعنی به جای توحید به سراغ شرک میرن، به جای فطرت و عقل به سراغ نیاکان میرن، یعنی نیاکان ما بت پرست بوده، به جای وحی به سراغ خرافات میرن، به جای رهبران آسمانی به سراغ طاغوت ها میرن. علم تره به جای رفیق خوب رفیق بد میگیرن، به جای همسر خوب همسر بد میگیرن. نمیبینی کسانی که نعمتهای خدا رو تبدیل به کفر میکنن؟ و احل و قوم هم دار الببار، و قوم خود را به سرای هلاکت در میارن. خب در روایات میخوانیم که امامان شیعه فرمودن نحن والله نعمت الله التي انعمها على عباده. به خدا قسم نعمت خدا، ما اهل بیت هستیم، رهبران معصوم، که اینها بدلوا نعمت الله کفرا. رهبران معصوم و اهل بیت پیغمبر کنار گذاشتن و رفتن سراغ کفر. به خدا قسم ما هستیم. خب مشابه این آیه رو در آیه 41 سوره قصص هم داریم، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. یاد داریم در آیه 98 سوره کف، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، اوردهم النار يدعون الى النار. چون در قرآن دو تا امام داریم، امام نار و امام نور. امام نار همینی که فرمود يدعون الى النار، راهی ما رو دعوت میکنن که عاقبتش آتشه، امام نارن. امام نور یهدونه به امرنا یخرجهم من الظلمات الى النور، اخرج قومک من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور. رهبر ناری رهبر نوری. نمیبینی چطور مردم نعمتها رو تبدیل به کفر میکنن؟ رهبران معصوم و اهل بیت پیغمبر کنار میذارن میرن سراغ دیگری. و احل و قوم هم دارد ببار، قوم خودشون را هلاکت وارد، قوم خودشون را به سرای هلاکت در میارن. اینجا میگه قوم خودشون را دارد ببار. ببار معنی بیرونقی و کسادیه که به هلاکت کشیده بشه. میگه بورم میگیم، در فارسی هم میگیم فلانی بور شد. بور یعنی تلف شد، هلاکت یعنی نابود شد. دست انسان را کسی بده تو دست غیر رهبر معصوم، ظلم به انسانیت. چون نگاه کنید یه لحظه دقت بفرمایید، تمام هستی رو خدا برای ما آفریده. این قرآنه، میگه خلق لکم سخر لکم متاعا لکم لکم لکم. تو قرآن زیاده، همون که شاعر میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای تو، هستی رو خدا برای ما آفریده. پس خورشید برای ما، تو همین آیه هم چند تا آیه دیگه میخونم، سخر لکم سخر لکم سخر لکم، دو تا سه تا آیه 5 6 تا سخرتشه، همه چیز رو به تو آفریدم. بعد وقت انسان که گل سرسبه ده، اونجا دستش روزم تو دست طاغوتا، دستش روزم تو دست رهبر غیر معصوم. ظلم نیست؟ یعنی هستی برای بشر، دست بشر تو دست طاغوت. این حکیمانه است؟ این کار ظلم نیست؟ نگاه نمی کنی که تو نعمت خدا رو تبدیل به ظلم میکنن؟ ما خودم هم داره، این لبی که میتونه حرف خوب بزنه چرا حرف بد زدی؟ چشمی که میتونه حق ببینه چرا باطل دیدی؟
بابا این مغزی که شما یه نوار بتون بدن، شما حاضر صد گربه رو ذبح کنین؟ میگه بابا نوار قیمتیه، چرا رو نوار قیمتی صد گربه ذبح کردم؟ خدا یه نوار گذاشته تو مغز ما، چرا هر حرفی رو ذبح میکنی؟ چرا هر چیز رو حفظ میکنی؟ ما باید کنترل کنیم، ما باید بواب باشیم، یعنی دروازه بونه گوشون باشیم. گوش حیف هر حدثه داره بشنوه، چشم حیف هر چیز رو ببینه، زبان حیف هر نگاه نمی کنه چه طور نعمت ها خدا رو تبدیل به کفر میکنن، یعنی به جای حق سراغ باطل میرن. هر گونه تبدیل، تغییر، تحویل، تحریف، یعنی تبدیل، تغییر، تحریف، اینا تبدیله. خب حالا اگر کسی کاری کچی آیه بیست و نه جواب میده، میگه جهنم یصلونها، اینها که نعمتهای خدا رو تبدیل به کفر میکنن، قوم خودشون رو به سرای هلاکت وارد میکنن، سرای هلاکت خدا جهنم، یصلونها، اونها به دوزخی در میان که به سر قرار، چه جایگاه بدیه. آیه سی چی میگه؟ به سراغ آیه سی. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اینها رهبران فاسد برای خدا شریک قرار میدن تا مردم را از راه خدا باز دارن. به اینها بگو تمتعوا، چند روزی تو دنیا لذت ببرید، کامیاب شید، ولی فإن مصيركم إلى النار، مسیر شما جهنمه. شما که خدا را رها میکنید، غیر خدا را میگیرید، چند روزی زندگی بکنید، خوراک، پوشاک، مسکن، رفاه، ولی فإن مصيركم إلى النار. خب بعضی در آفرینش برای خدا شریک قائلن، مثلا میگن خدای نور، خدای ظلمت، یزدان و اهریمن، در هستی مثلا به دو منشأ معتقدن. بعضی نه، در نعمت ها برای خدا شریک قائلن، مثلا میگه این سلامتی خودم مواظب بودم. خیلی ها مواظب سلامتی شدن بازم مریض میشن، میگه این علم خودم درس خوندم با سواد شدم، هی میگه خودم، یادش میره میگه خدا. بعضی ها میگه هستی بنده به یک خدای دیگه، بعضی میگه نه خدا درسته، آفرینش مال خداست، منتها این نعمت مال خودمه، این سلامتی، این پول، این کار به خاطر عزت، قدرت، علم، اینا مال خودمه، یادش میره بگه خدا داد. خب این آیه هم میفرماد که قل تمتعوا، خداوند افرادی رو به حال خودش رها میکنه. تمتعوا ولکن هستم، مثل پزشکی که میگه بیمار هست میخواد بخوره، بخوره دیگه، یکی دو شب دیگه بیشتر زنده نیست. تمتعوا، کامیاب بشید، تمتع یعنی کامیابی کنید، ببینید مسیر شما. کافرها در دنیا کامیابن ولی آخرت ندارن، فإن مصيركم إلى النار. پس اگر هر رفاهی رو دیدید میگید خوش به حالش، ممکنه امروز مثل گوسفندی که میچرونه ولی بره کشتارگاه. خدای ما رو از غافلین قرار نده. خب آیه سی هم از سوره ابراهیم تا اینجا کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.